29 اسفند 60 بود فتو قبل از اینکه فتو آره. بشه. از خدمت شما که شما کابین عقب زند کریمی حسن زند. من شب عید بود ما اومدیم گردان و حاضر شدیم بریم برای بیرفینگ. یه دفعه یکی بچه گفت بابا شب عید بی خیال رو امشب بذار کشته ندیم عیدمون عزا نشه و فلان این بگو. من رفتم پیش جام خضرایی گفتم که خب رفیق بودم با ایشون گفتم جام خضرایی بچه ها میگن اینطوری گفت باشه من همه میکنم نرید پرواز. نشستیم و یه خورده گذشت و من یکی بچه رفت رادیو روشن کرد که اخبار گوشت از ساعت 5 صبح دیدیم آقای آهنگران داره میخونه سوی دیار عاشقان. یه دفعه بچه ها متعبل شدن و بعد این گفت بچه ها چی نریم پرواز چی میشه مگه پنان و حرف ها. یه دفعه اینو خضرایی گفت؟ نه بچه ها دیگه گفتن از خضرایی من خودم کنار اصلا بیرون بود. بعد گفتن آره چرا اینطوری میگی اینا خودت نشستن به عباس گفتن گفت خودتون گفتی به خاطر اینطوری. خب من که گفتم بریم بریفین گفت حالا بریم همه گفتن بریم رفتیم بریفین تا نشستیم 5 دقیقه نشد بریف کرد معمولا یک ساعت طول میکشه گفت همه رو میدونید اینجا اینطوری میذارید اینجا حرف اینیم تا میدیم بریم بیرون شهید خاطر گفت بچه کجایی گفتیم بریف کردیم بریم گفتی که نمیره من به فلان دارم میخوام بگم تلفنش نگه گفت همون نگو ما داریم میریم. آقا خلصه رفتیم و ما فروند هشتم بودیم من زنده کردیم رسیدیم من دم این دستگاه جنگ الکترونیک من یه چیز دیگه رو داره نشون میده این چیه تا حالا نایده بودم. یه خورده دقت کردم ما هیچ وقت دوتا هدف دوتا تهدید و با هم فرق کنه نداریم در ایبند داره کار میکنه اون داره تریپل ای رو نشون میده این چیه. یه دفعه دیدم از سمت راست من منتظرم از سمت راست از پایین رو ما قفل بکنن چون سامه دو و سامه سه بودن نه تقریبا نزدیک ارتفاع ما هست فهمیدم هواپیما ماست. همونجا اولین باری بود که هواپیمای میراژ عملیاتی شده بود و پرواز میکرد و خلبانش هم فرانسوی بودن یعنی فرانسوی ها آره قفل کردن و خلاصه شلیک کردن زدن هواپیما ما 3000 تا سلاخ پیدا کرد کاناپی من پود شد. بعدی اینطوری شد سرعت ما 400 متر در ثانیه که بود یک و دو دهم ماخ بود سوپرسونیک. بعد من دیدم که یه دفعه داخل هواپیما مثل بخار مانند رفت و بعد من دیدم هیچی نمیشنوم. اول فکر کردم شهید شدم بعد دیدم نه دارم میبینم بعد اینطوری کردم دم نمیشنوم. یه گفتم خدای چرا اینطوریه یه خود گذاشت آب دهنم قورت دادم دم دم گوشم میشنوه حالا گوشا جفتش سلاخ شده بود دیگه وزم زیاد جالب نبود. بعد دیدم کاناپی ندارم خورد شده دستم آوردم دم آمد بیرون چرا چی نمیشه گفتم ببین شهید شدی فکر کردیم دمش باد هیچ نمیخوره. یه خورده آب دهنم باز قورت دادم دم گوشم بهتر شده دیدم که دارن حرف میزنن کابین جلو داره حرف میزنه. بعد گفتم حسن میشنوی مشغول صحبت بود نشنید دیگه ما چرخیدیم ارتباطمون یواش کم کردیم و حالا رو خرم‌آباد. اون روز دما در همدان منهای 40 درجه بود اینقدر برف اومده بود بعد روی خرم‌آباد هم اینطوری بود و من گفتم خدای شکر ایجک نکردم اگه ایجک کرده بودم این قندیل شده بودم بالا خیلی سرد. به هر حال اومدیم این برو بعد دیدم حسن داره صحبت میکنه با عباس دوران گفته شاره ما رو زدن همین آیه ذوالفقاری رو بهش بگو بگه این اومد چکم کرد بگو بله. آره هواپیمای مشیر تو چک کرده اومد کابین عقبش آقای پناهی بود. بعد اینا وقتی اومدن منم کرمم شروع شد صندلی دادم پایین من نمیدیدن گفت آره کابین عقبش فایده بیرون اینو گفتن عباس دوران اینا شنید عباس دوران موج رادش عوض کرد اومد روی فرکانس شما فرکانس همدان ما فرکانس دیگه ای بودیم. بعد اومدن جلو من اومدم جلو بالا و دستان بردم اینطوری کرد گفت نه خلبانش هست اینجا علامت میده فلان حرفا. بعد حسن گفت
زن کریم کا میجرم گفت سیاه صدا میشتم، گفتم آره دارم داد میزنم، گفت پت چلم، گفتم بابا فول هاتش کن. حالا ما سرعتمون رزده سر زیر سرعت صوت، چرا اون موقع دست من اومد بیرون؟ چون خلع بود، اینجا باد میخوره میره بالا میشکست، اما حالا سر میخور رو هفمون میمد داخل کابین، هوا خیلی سرد، این اطراف هم کلی برف، برف رو هم میدم سردم میشد. حالا دیگه این قضیه بودم فول هاتش کن، ایرکاندیشن رو فول هات، گفت دارم میپزم، گفتم اینطوری خلاص. دیگه هی اومدیم جلوتر، ارتفاع کمتر، سرعت کمتر شد و دیگه صدا رو واضح میشیدیم، تا تیکه آخر سر دیدیم که عباس دوران، حالا ما میخوام بهش بگیم که آقا ما زنده ایم، اینطوری داره میگه بچه بریم فرکانس فلان نرپا، بعد بذار حسن زندگرمی زودتر بشینه چون هفهم آسیب داره فلان. دیگه ما اومدیم نشد بهش بگیم ما کابین عقب هستم و زنده ایم اینا. اومدیم دیگه نزدیک باند که شدیم اینا، همه چی مهیا بود ما زودتر بشینیم. حسن زندگرمی هم تجربه زیادی نداشت، منم بالاخره راهنمایی کردم و وقتی نشست ما یه هوک داریم قلاب عقب، این گیر کرد اون بریره پاره شد و خیلی بده اون پاره میشه، بعد وقتا مثل تصمیم رو رفم و کلوفتیش هم اندازه اینه حوزه یک و یک چهارم اینچ، اگر ضربه بخوره به حال رفم ها رو دو نیم میکنه. خیلی خوشبختانه آسیبی ما ندیدیم و رفتیم جلو هفمان با ایستاد و اومدیم پایین، همه اومدن بغل کردن بوس کردن. بعدا آقای هاشمی رفزنی من هفمان رو دید گفت خدا رحمت کنه کابین عقب اینو، گفتن نه اونا اونه، اورد ما رو نگه داشت و دور اون چرخید گفت فدایی داری. حالا همین قضیه حالا گذشت. آره بعد من اومدم توی گردان دیدم شهید خضرایی من، همه سلام کردن، سلام کردن، سلام کردن، نگاه کرد که خب حسن زندکریمی نشست و اونجا اینطوری این کابین عقبش اونطوریه. بعد با حسن کریم زندکریمی با کی بود؟ من گفتم با مرشدی. گفت مرشدی چند تا بچه داشت؟ من گفتم یکی. بعد اینطوری کرد و رفت من، بعد نگاه کرد بچه ها رو، بعد من نگاه کرد گفت مرشدی؟ گفتم بله. مرشدی؟ گفتم بله. شما رو نمیشناخت یعنی؟ نه، میگفت چرا تو اینجایی؟ بهش خبر دادم من پریدم بیرون. گفت بر تو؟ گفتم نه پریدم بیرون. گفت به عباس بگو. گفتم باش. دیگه تا به این قضیه شد عباس رسید، تا عباس رسید گریه میکرد با چوب دنبال من. عباس دوانه گریه میکرد؟ خیلی خیلی خوشم نمیاد با اون شخصیتی. نه خیلی بچه ببینید بعضی وقتا بعضی رو میدیم مشنگن، تو مشنگی نمیفهمیش، او غیر از اون باشه همه رو نخوا علی علیه السلام باشن داد در چاه بزنن. من خیلی رو اینطوری دیدم، یعنی میگن بچه گم شده بود گریه میکرد، گفتن چیه بس جان گریه میکن؟ گفت مامانم گم شده. نمیفهمه اون، این گم شده میگه مامانم گم شده. ما ها وقتی نمیفهمیم میگیم اون نمیفهمه، اون میفهمه، من نمیفهمم. من به اون میگم مشنگ، من مشنگم، اون نی. عباس اینطوری بود، پر بود. عباس ها خیلی ها اینطوری بودن و من وقتی این رو میدیدم میدم که اصلا ببین براش مدال ارزش نداشت، پول ارزش نداشت، این مقام ارزش نداشت، این خیلی قشنگ میدونی برای چی اینا آقای شهید سلیمانی گفت؟ چون رسیده، اگه ایشون 20 سال پیش شهید میشد این حرفا رو نمیزد. رسیده میفهمه یعنی چی و یه واقعیتی بود و این حالت‌ها رو من تو این آدم‌ها دیدم و خوش به سعادتشون که خب بسه.